درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از واکنش همسر سابق روناک یونسی به خبر خیانت به همسرش و هواشی پشت پرده جداییشون در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که مطمئنا میدونید و در فضای مجازی این چند روزه بسیار این ماجرا داغ بوده روناک یونسی از همسرش محسن میری جدا شد و حالا این آقای ورزشکار با یه خانم دیگه ازدواج کرده و خیلی هم شاکی از اینکه چرا همه به من میگن که من به روناک یونسی خیانت کردم چند سالیه که این خانم بازیگر با همسرش به کانادا مهاجرت کرده ولی شرایط اون اوایل اصلا براش خوب نبوده اون دچار افسردگی شدید شد تا جایی که میم گرفته بود حتی به ایران برگرده رونا یونسی در مصاحبه ای از نحوه ورودش به سینما گفت و اینکه چرا اون همه زحمتی که در تلویزیون و سینمای ایران کشیده رو رها کرد و به کانادا مهاجرت کرد رونا یونسی گرافیک خونده بود و حتی تجربه تدریس هم داشت اون در دبستان پسرونه معلم نقاشی و خطاطی بود و خودش گفته زمان تدریس هم از بهترین و شادترین لحظات زندگیم بود اما وارد شدنش به سینما یه اتفاق عجیب و غریب بود که زندگیش رو به کل تغییر داد. اون که همیشه به هنر و مخصوصا تئاتر علاقه زیادی داشت، همیشه با مخالفت سرسختانه خانواده‌اش روبرو میشد. اونها مثل همه خانواده‌های ایرانی گفته بودند تو باید دکتر یا مهندس بشی که بالاخره روناک موفق شد دانشجوی طراحی صنعتی بشه. توی اون ساختمون دانشگاهشون کلاس روناک در طبقه چهارم بود و طبقه دوم همون دانشگاه دانشجویان رشته تئاتر مشغول کارهاشون بودن و چون روناک عاشق تئاتر بود همش در طبقه دوم بود انقدر به هنر علاقه داشت که در بین اون دانشجوها بود و اونها همه دوستانش بودن تا جایی که حتی کلاس خودش رو فراموش میکرد و در کلاس های اونها شرکت میکرد وقتی که یکی از دانشجوها میخواسته پایان نامش رو اجرا کنه و روی صحنه ببره از روناک میخواد که براش نقشی رو بازی کنه همزمان هم به یک منتقد معروفی که در زمینه تئاتر کار میکرده پول میدن که نظر اساتید رو به این اجرا جلب کنه که نمره خوبی بگیره و فارغ و تحصیل بشه همون شخص منتقد با تعریفی که از روناک کرد راه کار و زندگی اون رو کلا تغییر داد از اونجایی که روناک در خودش استعداد بازیگری رو میدیده خیلی پنهونی پیشنهاد کار تئاتر اون بچه ها رو قبول میکنه و به تمرینهاش ادامه میده جوری که خانوادهش فکر میکردن داره به درس و دانشگاه خودش میرسه توسط همون آقای منتقد هم به کیانوش ایاری معرفی میشه درسته که خانوادهش با بازیگریش کاملا مخالف بودن ولی وقتی پیشرفت و علاقه و استعدادش رو میبینن اون رو حسابی تشویق هم میکنن روناک در مورد تجربه سخت زندگیش در ایران گفته زندگی در ایران یه کابوس بزرگ بود ترس از مهمونی رفتن راه رفتن خرید کردن عکس گرفتن توی عروسی و مهمونی و اشتراک گذاشتن یا لو رفتن عکس بیهجابم تبدیل به کابوس هر شب و هر روزم شده بود یه وقتایی حتی یه بستنی خوردن ساده در کنار خانواده سخت بود چند سالی بود که کار میکردم درآمدم هم خوب بود خودم از پیشرفتم راضی بودم چندتا کار سینمایی موفق هم داشتم و تقریبا هر جا که میرفتم من رو میشناختن دیگه معروف شده بودم درسته که شهرت لذت خاصی داره اما به یه جایی رسیده بود که دیگه خسته شده بودم چون بلد نبودم خود واقعیم رو قایم کنم و بلد نبودم خودم رو سانسور کنم من همیشه رو بازی کردم مثلا اگر از کسی بدم بیاد اون طرف کاملا میفهمه یا اگر عاشق کسی بشم تو لحظه اول اون شخص متوجه میشه دیگه نمیتونستم و نمیخواستم خودم و گول بزنم و از سانسورها و ممیزیها در ایران واقعا فرار کردم چرا مثلا باید توی اتاق گریم به من بگن که لبهای شما چون برجسته است به ما گفتن باید سانسورش کنیم روی لبم یک کیلو پودر میزدن که برجستگی لبم معلوم نباشه چرا باید اینقدر بیرنگ و رو فیلم بازی کنیم چرا باید به بعضی از خانم ها چون سینه هاشون بزرگه و برجستگیش خیلی به چشم میاد باید به سینه هاشون کش ببندن و اون بندگان خدا با اون دردها باید فیلم رو بازی میکردن من دیگه نمیتونستم بپذیرم شاید براتون عجیب و جالب باشه اما من نمیذارم پسران فیلم های من رو ببینن یعنی اصلا فیلم ها و سریال های من رو ندیدن چون وقتی یه بار عکسم رو دیدن بهم گفتن چرا انقدر زشت بودی چرا این شکلی بودی و من نتونستم قانعشون کنم که توی ایران باید به زور روسری سر کرد و اون مدلی کار کرد و در حالی که باید قید شهرت و کار و پول و زندگیم رو میزدم اما تصمیم گرفتم برم یه جای دیگه و از صفر شروع کنم و بچه هام توی فرهنگی بشن که مجبور نباشن خودشون و زندگی و عشق و کارشون رو سانسور کنن. زمانی که روناک به کانادا مهاجرت کرد پسر اولش دو ساله بود و چند ماه بعد از مهاجرت پسر دومش رو باردار شد و خلاصه که بارداری و زایمان در تنهایی و غربت و این بالا و پایین شدن هرمون ها برای اون حسابی سخت و طاقت فرسا شده بود تا جایی که تا مدتها حال روحی بدی داشت و حتی تصمیم گرفته بود به ایران برگرده اما با گذشت زمان و بزرگتر شدن بچه ها شرایطش بهتر شد انگار تازه داشت خودش رو پیدا می کرد. خودش گفته سالها حتی در کانادا خودم رو سانسور میکردم. انگار یه ترسی توی ناخودآگاه هم همیشه مانع پوشیدن لباسهای باز و راحت می شد. حتی توی گرمای تابستون ترس از قضاوت شدن داشتم و تا مدت ها هم کلاه میذاشتم. عکس راحت و بیهجاب پست نمیکردم و همیشه به این فکر می کردم که نکنه دیگه نتونم خانوادم رو ببینم. بالاخره ما با خودم کنار اومدم. بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی انقدر گریه کردم و انقدر برام وحشتناک بود که پست و استوری گذاشتم و ندیدن وطن و خانوادم رو به جون خریدم و عکس بدون هجاب و راحت خودم رو پست کردم و برخلاف ترسی که اون همه سال داشتم خیلی هم بازخوردهای منفی نگرفتم اما همیشه سعی کردم خود واقعیم رو در اینستاگرام نشون بدم روناک یونسی بعد از بزرگتر شدن بچه ها شروع به کار کرد. یه مؤسسه خیریه همراه با چند تا از دوستانش افتتاح کرد و به پناهندگان در کانادا کمک کرد و حتی توسط دولت هم حمایت شد. فعالیتش رو رسما گسترش داد. کار اصلی این مؤسسه اسکان دادن به مهاجران و حمایت مالی از اونهاست و کمک کردن به مهاجرانی که به مشکلات زیادی برمیخورن. روناک گفته هدفمون این بود که سختی هایی که ما کشیدیم رو بقیه نکشن و مخصوصا خواستم که به زنهای مهاجر کمک کنم. روناک یونسی ورزش و دوره های مربیگری رو هم در کنار همسرش محسن میری که به عنوان یک مربی سرشناس شناخته میشه ادامه داد. چند باری هم در فضای مجازی شایعه جدایی اونها به گوش میرسید. اونها هر دوشون همدیگر رو آنفالو کردن و های مشترکشون رو پاک کردن. اما بعد از مدتی آشتی کردن تا اینکه این بار دیگه ماجرا جدی بود. روناک یونسی همه های همسرش رو پاک کرد و حرفهایی هم از خیانت زد. و این تصور به وجود اومد که محسن میری بهش خیانت کرده اما حالا که در حدود یک سال از جدایی اونها گذشته محسن میری همسر سابق روناک یونسی عکسی رو منتشر کرده و خبر از ازدواج مجددش داده اون حالا در کنار همسر جدیدش حرف از عشق و زندگی جدید زده و بعد از حمله های زیادی که بهش شد و خیلی ها گفتن چرا به روناک خیانت کردی متنی رو منتشر کرد و توضیحاتی داد اون نوشت سلام به همه دوستان عزیز خلاف میل باطنیم لازم دونستم به عنوان کسی که زندگی شخصی و کاریش رو با شما عزیزان در طی این سالها به اشتراک گذاشته و دنبال کننده های عزیزی دارد که از روزمرگی های ما با خبر هستن شفاف سازی کنم چون این حق رو به شما و وظیفه خودم میدونم به عنوان الگو و استاد بسیاری از شاگردانم نمیخواهم افکار شما خدشه دار بشه در رابطه با جدایی من و همسر سابقم خانم روناک یونسی لازم به ذکر است که هیچ خیانتی از طرف من رخ نداده همانطور که خودشان هم قطعا می دانند. به احترام حریم خصوصی ایشان تمایلی به توضیح بیشتر ندارم. حدود یک سال از جدایی ما می گذارد و در این مدت به خاطر بچه ها و امید به حفظ خانواده حتما که تمام تلاشم رو کردم. اما متوجه شدم که یک رابطه تنشزا بین پدر و مادر آسیب های بیشتری از طلاق برای بچه ها دارد. به عنوان پدر باور دارم که اکنون بچه هایم عشق احترام و آرامش بیشتری را تجربه میکنند. بعد از یک سال وارد یک رابطه سنتی و قانونی شدم چون همیشه روش زندگی این بوده که در محیط خانواده باشم و از روابط گذرا پرهیز دارم و هرگز تمایلی ندارم همانطور که در سن بسیار کم زندگی متعهلی رو انتخاب کردم این کار به سلامت من و فرزندانم کمک می کند و تمرکزم بر بهبود آموزش و آرامش بچه ها خودم و کارم باقی می ماند. همچنین مسئولیت ورزشکاران و عزیزانی که در تیم ورزشی ما هستند که بالغ بر چهارده هزار نفر در سال میباشند بر عهده من است و میخواهم در مسیر درست باقی به در انتها قدردان دوستان و عزیزانی هستم که با پیام ها و انرژی های خوبشون به ما تبریک گفتن. با آرزوی سلامتی و دل خوش برای همه شما ارادتمند شما دوستان عزیز محسن میری. اما همونطور که میدونید و همیشه هم ماه پشت ابر نمیمونه حالا عکس هایی از محسن میری و روناک یونسی در کنار زن و شوهری منتشر شده که دوستان خانوادگی اونها بودند و حالا این خانم همسر جدید محسن میریه یعنی اونها قبلا با هم رفت و آمد خانوادگی داشتن و این خانم هم پارتنری داشته که با محسن میری احتمالا دوستی نزدیک و یا حتی همکاری و شراکتی داشته و حالا هر دوی اونها جدا شدن و با هم ازدواج کردن. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.